بله بیننده های عزیز، بسته تصویری خیلی جالب بود در رابطه با سیروز جگر یا هم سیروز کبدی. حالا بین که چگونه یک بیماری است و چقدر میتونه خطرناک باشه، بیشتر با دکتر صاحب محترم قیس نگزاد، متخصص امراض داخل از صحبت میکنیم. دکتر صاحب سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمده. رسولی صاحب عزیز، صبح شما بخیر و صبح تمام عزیزان که همینکنون بیننده و شنونده برنامه زیبایتان هستن. امیدوارستم روز همه با نشاط و با برکت آغاز شده باشه. بسیار تشکر، انشاءالله که شما هم صبح خوب را آغاز کرده باشه. تشکر، سلامت باشید. خب دکتر صاحب، سیروز جگر یا هم سیروز کبد یکی از بیماری هایی است که یک تعداد از هموطنان ما در افغانستان واقعا رنج میبرند و خیلی هم در ابتدا زمانی که تشخیص میشه که اونا مصاب هستند، تشویششان خیلی زیاد میشه و نگران میشن. از شما میشنویم که سیروز کبد چه هست؟ قبل از اینکه ما در مورد لیور سیروسیس یا سیروز کبد و سیروز جگر بحث بکنیم، خوب است که یک معلومات مختصر من در مورد آناتومی و فیزیولوژی کبد یا جگر بر شما ارائه بکنم. یک عضوی که رنگ سرخ تاریک مایل به نسواری در قسمت رایت اپر کوادرانت زیر حجاب حاجز، قسمت بالایی میده، روده و گرده راست موقعیت دارد، حدود 3 پوند وزن دارد. این کبد در ابتدا از دو لوب یا فوس بزرگ تشکیل شده، هر لوب 8 دانه قطعه داره و هر قطعه از 1000 لوبولات تشکیل شده و هر لوبول حجرات مشخص کبدی داره که نمیره ما از لحاظ طبابت به نام هپاتوسایت میگیم. این عضو در بدن انسان بیشتر از 500 وظیفه را اجرا میکنه. جگر 3 پوند وزن داره، 3 کیلو 3 پوند. 3 پوند وزن داره. بیشتر از 500 وظیفه را در بدن اجرا میکنه، ولی کلانترین و عمدترین وظایف از این نمبر اول دیتاکسیفیکیشن است. ای که بهتر سال هر نوع مواد زهری از بیرون داخل بدن میشه، چی مواد زهری به شکل خوراکی باشه، چی به شکل دوایی باشه، این میزان سمیت تاثیر به بدن کبد میکاهه. اگر مثلا جگر نباشه، یک دوا به بسیار آسانی میتونه که یک حالت شدید سمی را در بدن ما شما ایجاد بکنه. یک دوم، رول اساسی را در سنتسیس داره، تولید میکنه. چی تولید میکنه؟ پروتئین تولید میکنه. چی تولید میکنه؟ صفرا تولید میکنه. چی تولید میکنه؟ فاکتورهای تحثر تولید میکنه. سه، در میتابولیزم نقش داره. ای که شحم باید موازنش در بدن تامین شود، کلسترول بندازی کافی تولید شود، قند نه بلند بره نه پایان بره. در پهلویی که مثلا ساختمان ها و هورمون های دیگه دخیل است، کبد نقش داره. قند اضافی را بر ما به شکل گلایکوژن ذخیره میکنه و اگر مثلا بدن ما دچار کمبود قند شد، پس اون گلایکوژن ما را به گلوکوز تبدیل میکنه. در ضمن از این موضوعات، رول اساسی را در تولید فاکتورهای تحثر داره. اینمی که مثلا یک نفر خون ریزی میکنه و پس تیز خود خون توقف میته، یکی از مزایای موجودیت کبد در بدن ماست. در پهلوی از اینکه بی‌ضرر سازی مواد سمی وظیفه کبد است، تولید میکنه، در متابولیسم نقش داره، ذخیره میکنه، استوریج یک وظیفه کبد است. چرا ذخیره میکنه؟ ویتامین های منحل در شحم مثلا ای دی ای کا در کبد ذخیره است. چرا مثلا طویل مدت اگر ما با کمبود ویتامین دی مواجه باشیم، اون مثلا در جگر خود داره، ولی ویتامین های منحل در آب چون ذخیره نمیشه، باید به شکل مداوم گرفته شود. بله، در ضمن از کجا ذخیره میکنه؟ هرگاهی که به اساس هر علت، به اساس هر علتی که باشه، حجرات کبدی آسیب ببینن، هپاتوسایت های ما میمره. حجرات که نمی وظیفه های کلان کلان 500 وظیفه را اجرا میکنه، این میمره. وقتی که مرد، جای اصلی حجرات کبدی را یک نوع نسج میگیرن که به نام نسج فبروز میگه، نسج اسکر میگه، یک نسج اضافی است. نسج است که کارا را نمیتونه، فقط حجم کبد را اشغال میکنه، کبد یا جگر خود پوچ میسازه، این کارایی را که من پیشتر گفتم کده نمیتونه. بله، و اینمی حالت را به نام سیروز میگه. پس اگر از لحاظ علمی ما تعریف بکنم، سیروز کبد به یک حالت گفته میشه که در سیر عوامل مختلف حجرات کبدی دچار مرگ میشه، جای حجرات حیاتی کبد را نسج فبروز اسکر میگیره و در پالی از او امکان داره در کبد نودول های غیر سرطانی تاسیس بکنه. یعنی لوگوتیک های تاسیس میکنه که کارایی را که پیشتر حجرات کبد کرده میتونست نمیتونه. سیروز کبد 11مین علت مرگ را در دنیا تشکیل میده.
کسایی که سیروز جبران شده داشته باشند، یعنی قابل بازگشت به حالت نرمال داشته باشند، زیاد اختلالاتی نباشد، چانس مرگ میری از این افراد 4.7 برابر نسبت به افراد نرمال است. و کسایی که سیروز غیر قابل جبران داره یا دیکمپنسیتد داره، که من پیشتر میگم که پسانتر توضیح میتونم که جبران شده و جبران نشده چی است، چانس مرگ میری پیش از این افراد اشخاص 9.7 برابر بیشتر است نسبت به افراد دیگر. بله. در افغانستان میمانه مریض که پایش این قنق پوندید در شکمش که این قدر بتر سال اوجم شد، 40 رقم جنجال دیگه که پیدا کرد پیش دکتر میاره و که مثلا مریض خدای نخواسته دایم شد تلفم شد، این همیجه است که بتر سال دکتر مورد توهین قرار میگیره که این هیچ کار بر ما نکرد، در حالی که ای 11مین علت مرگ در دنیا تشکیل میده اگر بی پروا باش آدم تداوی نکنه و بگذاره که اختلالاتی شوه. بله دقیقاً، پس خیلی هم خوب است که سر وقت تشخیص شوه و به خاطر تداویش اقدام صورت بگیره. حالا دکتر صاحب در مورد عوامل سیروز جگر یا سیروز کبدی بر ما بگوین که چه فاکتورهای بالاخره زمینه را مساعد میسازه که یک فرد مصاب به سیروز کبد شوه. چه بجا و زیبا، یک طیف وسیع از امراض امکان دارد سبب تحسس سیروز در کبد ما شود. جگر ما را به ناکامی میبره. جگر بسیار اگز و خوب است. جگر به ناکامی میبره. یک طیف وسیع از امراض است. کلانترین از این چیست؟ نمبر اول، کسایی که شرابی هستند، الکولیک مزمن هستند، بیش از 100 الکل استفاده میکنند، چه هر نوعی که به ترم سال الکل هست، طویل المدت گرفتن الکل یک مقدار حالت سمی را در کبد ایجاد میکنه، تحولات نادرست مثلا حجروی را در جگر فرد ایجاد میکنه و جگر را میبره به طرف سیروز. یک. دوم، حالت را به نام نن الکولیک فتی لیور میگن که شما در سگمنت به او اشاره کردین، حالت تحول شحمی یا تحول چربی در جگر بدون نوشیدن الکل. یک نفر از مقاومت در مقابل انسولین داره، چاق است، وزنش بسیار زیاد است، فعالیت فیزیکی نداره، غذاها با کلوری بلند استفاده کرده میره، نسج حیاتی جگر در بدن ازی به چربی تحول میکنه. باز میگه جگر مرا چربی گرفته، در التراساوند راپور میتک درجه 1-2-3. این فرد اگه اقدام نکنه در طویل مدت اینمی جمع شدن چربی در کبد امکان داره سبب التهاب که مثلا جلوش گرفته نشد و نسج بی فایده در کبد تحسس میکنه. 3. افراد اشخاصی که زردی سیاه و زردی سفید دارن، کسایی که هپاتایت بی و هپاتایت سی دارن به شکل مزمن، ما هپاتایت بی و سی ها دو مزمن داریم، طویل المدت یک نفر از 15 سال 20 سال است که مثلا زردی سفید و زردی سیاه مزمن داره هیچ خبر نیست، اگر خبر اومد اقدام نمیکنه، ما این پی سی آر نمیکنه که آیا این ویروس خواست یا یکی جگر از زیر ضربه کرده میره. 4. عوارض جانبی دواها، پاراستامول مردم مثل کشمش و نخود استفاده میکنن، اگر پاراستامول به شکل طویل المدت گرفته شوه بدون شک یکی از جمله پرسمیت ترین دواها بر کبد است. از خارج هم میبینی که بر مریض مثلا قطعه تینلول روان میکنه، بهتر یک چیز دیگه روان کنی، پاراستامول چی کنم توجه هسته؟ دواهای به خاطر مثلا تداوی توبرکلوز که استفاده میشه، بعض به طرف سال دواهای گیاهی مریض گرفته یک بوته یونانی را استعمال کرده که میبینی یک دفعه صبح میارن زردچوبه وار زرد میزنن، اینا امکان داره به شکل حاد و اگر طویل المدت جگر ما با اینا مواجه باشه در طویل المدت سبب تحولات نادرست در کبد میشه که میبره جگر به طرف ناکامی. در ضمن از اون بعض امراض متابولیکی، یعنی مثلا مس در کبد از حالت نرمال بیشتر تجمع و ترسب کرده میره، آهن مرضای ما مرض داریم برای ویلسن و هموکروماتوز است، آهن در کبد یک نفر جمع شده میره، مس در کبد یک نفر جمع شده میره، وی امراض جنیتیکی است، تالی آدم خراب است میمانه دیگه برش از امت مادرزاد. در ضمن از این موضوعات امکان داره که سیروز کبد در سیر عدم کفایه و ناتوانی قلب ایجاد شود، طرف راست قلب عدم کفایه داره و ساس میبره جگر به طرف عدم کفایه و سیروز. بنابراین اگر شرابی هستیم الکول باید بند کنیم، اگر چاق هستیم خدا لاغر کنیم که تحول شحمی در کبد ما ایجاد نشه، اگر به طور مثال زردی سیاه و سفید داره میره باید درست اقدام کنیم، با دوا زیاد خود مواجه نسازیم و اندکترین علائم و نشانه هایی که مثلا دلالت به این میکنه که گویا جگر ما دچار تشوش هست پیش خود احساس میکنیم، باید عاجل کنه به دکتر صاحب مراجعه کنیم تا اینکه جلوش گرفته شود. بسیار خوب دکتر صاحب، یک تعداد از امراض هستن که نشانه های علائم مشخص نمی داشته باشن و خود بیمار متوجه نمیشه که آیا مشکل برش ایجاد شده یا خیر و زمان متوجه میشه که خیلی گپ از گپ تیر می شده باشد. حالا دکتر صاحب در مورد علائم سیروز کبد بر ما بیشتر بگوین که چه مشخصاتی را داره؟ دوست عزیز من، هر نوع تشوشی که در کبد یک فرد ایجاد شود، چه به شکل حاد باشه، چه التهابای مزمن باشه، چه به طرم سال زردی سیاه و سفید باشه، چه عوارض جانبی دواها باشه، در ابتدا دریافتهای کلینیکی غیر وصفی میتن که اکثرش شما در اونجا اشاره کردین،
مثلا اگر جگرمون مشکل پیدا کرد، در کل ما خستگی می داشته باشیم، کسالت می داشته باشیم، بی‌اشتهایی می داشته باشیم، در بعض وقت امکان داره که زردی پیش ما تحسس بکنه، امکان داره خارش جلد پیش ما تحسس بکنه، در پلی از او قفای پای مریضا اکثرا داغ می آید، یک سلسله تشوشات در قاعدگی و مثلا سیکل نورمال مریضی موار پیش طبقه اوناس ایجاد میشه، در مردا امکان داره یک مقدار مشکلات جنسی به وجود بیاید، و در پلی از او مریض مثلا طور به امورات روزمره خود علاقه نمی داشته باشه، معمولا درد در عضلات خود تجربه میکنه. این مراحل ابتدایی است. وقتی گپ در سر سیروز میرسه، سیروز در ابتدا در کتابایی که 2-3 سال پیش در مورد امراض کبد بحث میکردن میگفتن یک حالت غیر قابل بازگشت است، ولی خوشبختانه حالا میگن که با اصلاح عامل امکان داره پس جگر ما به حالت نرمال بره. این نقطه بسیار امیدوار کننده هست. وقتی که سیروز به وجود آمد، دیگه جگر اونو کارهای پیشتر خود کردن نمیتونه، مواد سمیر خونسان نمیتونه، فاکتورهای به خاطر تحسر خون تولید کردن نمیتونه، خود مواد در خود ذخیره کردن نمیتونه، و در سیر عظمی امکان داره مریض هزار جنجال پیدا کنه که کلان شکم اشاره کنم پایا میپنده پیش مریض، امکان داره در شکم آب جمع شود، در چادر مثلا شش آب جمع شود، مریض امکان داره که مواد سمیر در بدنش خونسان هست، گنگس و گول و گیچ باشه، هزیان بگویه، به گفته مردم معنایی میگد استال ارزه پیدا میکنه، اساس میره به طرف کومایی رو بنام انسفال پرتی میگن. در پالی از امکان داره بعض اوقات مریضا سیدیا پیششان بزرگ شود، در مردا یک مقدار مشکلات جنسی از قبیل اختلال در نوز، کمیلی جنسی، اقامت و در مثلا طبقه اوناس امکان داره اکسل بینظمی در عادت ماور وجود بیاد، در پالی از در جلد مریضا جلد معمولا مثلا زرد میباشه، زردی در بعض اوقات امکان داره تحسس کنه، امکان داره تحسس نکنه، ناخونا سفید میسازه خوده، و اندفاعات را که در زیر جلد شما گفتین مثل خانگکای جولاوره که بنام اسپایدر انجوما میگن، یک نقطه گک است بغلایش میبینی که رگک افتاده، به نسبت بلند بودن استروژن در جلد تو تغییرات ایجاد میشه، و در پلی ازو نظر به ای که در کجا اختلاط به وجود اومده اونم تو دریافتای کلینیکی رمت، مریض یک دفعه سوخت استبدل بدی و استفراغ دل بدی و استفراغ یا حقوق میزنه اتاق خون میگیره، از مواد غایطه مریض امکان داره که خون بیایه، در پلی ازو امکان داره که گرداب فلج کنه بخدا، در ضمن ازو امکان داره که شش به مشکل مواجه شه، در 2 متر راه مریض رفتن نمیتونه. سیروز وقتی که پیشرفته شد و حالت غیر قابل جبران را به خود گرفت، اونمو در یافتهای را مریض پیدا میکنه کجا ضربه شده، اگر شش مشکل پیدا کرده بود است باعث جگر شش مشکل پیدا کرده در یافتهای شش، اگر گرده مشکل پیدا کرده در یافتهای کلینیکی گرده، اگر تولید پروتئین مشکل پیدا کرده بود مثلا پوندیدگی و موضوعات، و اگر مثلا مواد خونسان میشد، امکان داره که مریض بره به طرف کوماهای کبدی. پس به خاطر که این حالت ها پیش از فرد تحسس نکنه، در ابتدا باید اقدام شود. یک چیزی که آخر که اگر وقت ما کم باشه ما بگویم، بفرمایید قهوه و چای، قهوه و چای در پولی که جنجالای دیگر خلق میکنه، ولی در محافظه کبد نقش مفید داره. بسیار خوب. زهر که زهر است، زهر که زهر است، اما قدر مثلا جنجالای خودکدار در یگان موارد استعمال میشه. دقیق. بنابراین قهوه و چای که قهوه خوری ما شما زیاد داریم صحیح نه، قهوه و چای در محافظه کبد نقش موثرش ثابت شده. بسیار عالی. پس کسایی که پیش از اینکه سیروز پیششون به وجود میاد، اگر بخواین جگرشون محافظه شود، یک چند تپ غذایی را من میگم، قهوه باید زیاد بگیرم، چای بهتر مثال زیاد استفاده شود، در ضمن از او وزن خود کم بسازم، هر فرد اگر میخواد جگر سالم داشته باشه زنجبیل تازه استفاده کنه، زردچوبه استفاده کنه، و در یک گلاس یک نون لیمو با سایز متوسط صبحانه که استعمال شود، در پولیش ورزش آدم بکنه، دوایی که مثلا سمیز قطع شود، شراب قطع شود، و در ضمن زردی سیاه و سفید تداوی شود، جگر هم تو جگر واره میمانه. بسیار عالی دکتر، بسیار تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و از معلومات خیلی جالبی که در رابطه با سیروز جگر با ما و بیرند عزیز ما شریک کرده. این مبحث بسیار کلان است، به نسبت قلت وقت ما بستش کردم. بسیار خوب. سلامت باشید. انشاءالله که جگر سالم همه بینندای عزیز ما داشته باشن، و مواردی که دکتر صاحب بیان کردن حتما در نظر داشته باشین. مطمئن هستم که نتیجه مثبت به همراه خواهد داشت. فعلا وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم.